اینها فریاد خشمگین ده‌ها هزار هموطنی بود که روز 28 فروردین در شهر کرد دست به تجمع زدند. آنها خواهان برچیده شدن پروژه چپاولگرانه آب زاینده رود از این استان توسط سپاه ضد مردمی پاسداران هستند. قرارگاه غارتگر ضد خاتم الانبیاء سپاه پاسداران پیمانکار پروژه های تونل گلاب و بهشت‌آباد است که به گفته کارشناسان احداث تونل بهشت‌آباد با طول 65 کیلومتر و در عمق 300 متری استان چهارمحال بختیاری را به کویر تبدیل خواهد کرد. از این رو مردم چهارمحال بختیاری با سر دادن شعارهایی صراحتاً خطاب به پاسداران و سرکردگان رژیم گفتند که اجازه دزدی آبشان را نخواهند داد. حضور زنان آزاده و جوانان پرشور شهر کردی که رژیم آخوندی را به بیرون کشیدن برنو برای دفاع از حقوقشان تهدید می‌کردند، رژیم آخوندی را به وحشت انداخته است. بازار شهر کرد در این روز به حالت نیمه تعطیل درآمد و حتی کودکان نیز علیه چپاولگری سپاه پاسداران پلاکارد بلند کردند. کارگزاران رژیم آخوندی، اعم از اعضای مجلس ارتجاع از شهر کرد و امام جمعه جنایتکار رژیم در این شهر نیز برای فرار از خشم مردم تلاش کردند تا خود را با خواسته های مردم هماهنگ نشان دهند تا به گمان خود سوپاپ اطمینان ایجاد کرده و خشم مردم را مهار کنند. اما شعارهای ضد حکومتی مردم بساط دجالگری آنان را در هم ریخت. مردم خطاب به وزیر نیرو در کابینه آخوند روحانی شعار می دادند استعفا استعفا. این ترتیب مردم آگاه و به جان آمده شهر کرد نشان دادند که کاملا در برابر ترفندهای باندهای حکومتی برای مصادره اعتراضاتشان هوشیارند و هر فرصتی را تبدیل به اعتراض علیه کلیت رژیم می کنند. متقابلا باندهای حکومتی وابسته به سپاه پاسداران رژیم از اصفهان در حسرت از دست دادن پروژه های غارتگرانه آبدزدی از شهر کرد به شاخ و شانه کشیدن پرداختند و جمله در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان مجلس ارتجاع در اصفهان و وزیر نیرو در کابینه آخوند روحانی بود گفتند خط قرمز ما در مسئله آب تونل بهشت‌آباد است، زیرا طرح مطالعاتی این پروژه از 12 سال قبل شروع شده. اما زنان آزاده شهر کرد فریاد می‌زدند اگر خرابش نکنید مردم خرابش می‌کنند. آنها با مشابهت نبردهای مردم فلسطین و شعارهای اول انقلاب در برابر رژیم شاه شعار می‌دادند استان شده فلسطین، مردم چرا نشستید؟ همچنین جوانان خشمگین شهر کرد حرکت بعدی خود را انفجار خواندند و با مشت‌های گره کرده استانداری رژیم در این شهر را به لرزه درآوردند. این ترتیب مردم و جوانان شهر کرد و شهرهای اطراف آن در این تظاهرات بزرگ یک بار دیگر نشان دادند که از هر فرصت و شرایطی استفاده می کنند تا فریادهای خود را علیه دیکتاتوری چپاولگر آخوندی و باندهای مختلف آن ابراز کنند.